بینندگان عزیز سلام بر شما. در اخبار و اطلاعات قبلا گفته شده که به مناسبت اولین سالگرد خروج قوای آمریکایی از افغانستان و همزمان نخستین سالگشت پیروزی طالبان و گرفتن کابل در واشنگتن قرار است یک کنفرانس بزرگ با شرکت سیاسیون و بزرگان افغانستان برگزار شود. ای البته قبل از اینکه ما تبصره را بیشتر بکنیم که علتش چیست، پیشا پیش یک نکته را ما عرض میکنم که حزب دموکرات امریکا با پیشواز انتخابات میان دوره ای ریاست جمهوری ای بازی را ممکن است برا انداخته باشه. اما بحث ما در اینجا ایست که آیا رهبر جبهه مقاومت ملی احمد مسعود در این کنفرانس اشتراک خواهد کرد یا خیر؟ اگر اشتراک بکند چه چیزایی به دست میره، چه چیزایی را از دست میده، و اگر نکند حاضر القیاس. میمان ما جناب رحمت الله بیژنپور، آقای مسائل سیاسی تاریخی و فرهنگی، چهره ناماشنای است دوست ما، در اینجا حضور دارن. بیژنپور صاحب، شما این مسئله را از کدام زاویه میبینین؟ اول سلام عرض میکنم خدمت شما. برای رفتن آقای احمد مسعود به عنوان اپوزیسیون رسمی طالبان در افغانستان یا به اصطلاح بلانس آن سوی قدرت که گویا با جریان تروریسم پهلو میزنه و برای جامعه مدنی و برای ارزش‌ها و برای دموکراسی و برای مردم جان سختی میکنه و پایداری میکنه، اتفاقا باید در یک فرصت مناسب قرار بگیره. ولی چالش اینجاست که سیاست‌های منطقوی برخواسته از سیاست‌های 50-50 است، یعنی هم روسیه و چین و ایران و هند بعضن و کشورهای آسیای میانه که امیوکنون تحت تهدید و به اصطلاح نگرانی قرار دارند، آیا اینا حامی آقای احمد مسعود هستند یا نیستند؟ خب فرض کنید که هستند. اگر چنانچه اینا حامی باشند، سیاست مسعود باید مبتنی بر توافق اینا برای سفر به امریکا باشه. اگر چنانچه مخالف هستند، باید فرض اعلامیه آقای احمد مسعود برای حفظ مبادا در برابر اینا باشد. اول یک اعلامیه منتشر کنه به خاطر ای که سیاست ما در مشارکت ما برای گفتگوهای واشنگتن نه برای به اصطلاح ضربه زدن به همسایه ها و سیاست های کلان منطقه است، بلکه برای یافتن یک راه حل است که ما طرحش داریم، یعنی طرح راه حل باید داشته باشه میکانیزم. بنابراین در این جریان به نظر من چند تا مؤلفه بسیار جدی است که این رفتن در حقیقت مجلس امریکا شرط هایی داره که این شرط ها رو باید آقای احمد مسعود لحاظ کنه. اگر احمد مسعود سخنرانی کنه، خیلی مهم است که در این نشست سخنران باشه و یکی از سیاست های ناظر مطرح کنه. اگر احمد مسعود یک طرح فشرده ای را کنه، یعنی در واقع شانس داشته باشه که طرح برای وضعیت افغانستان را معرفی کنه، اگر احمد مسعود نقد از سیاست‌های گذشته به دلیل اشتباهات سیاسی جامعه جهانی و نهاد بین الملل داشته باشد که 20 سال فعالیت مشترک جهان با 2.5 تریلیون پول، یعنی با 2.5 تریلیون پول هدر شد، اگر احمد مسعود پیام مردم را برساند، در واقع در یک پلتفرم پیام مردم افغانستان را که هم از حنجره مثلا یونما، هم از حنجره سازمان های حامی حقوق بشر، حافظ حقوق بشر و ایناست، باید این بیان کنه. اگر احمد مسعود اخطار خود به صورت رسمی از این همایش جهانی کنه، اما اخطاری را که برای جهان داده بود در حقیقت اخطار دو پهلوی را که پدرش داد و جهان نادیده گرفت و بحران رسید و اکنون ایشان مطرح میکنه و بحران در حال به اصلاح و خوست، اگر احمد مسعود مدل نظام فراگیر را مطرح کنه، در واقع این آمگویی بر سر نظام فراگیر یک بحث عوضی است. باید احمد مسعود فرمولایزش کنه که ما یک دولتی را با اینی شرایط در افغانستان می‌خوایم که هم
قابل تعامل با دنیاست، هم قابل تعاطی با افکار داخلی افغانستان. اگر احمد مسعود تروریسم معرفی کرده بود و هم ترتیب اگر احمد مسعود راه حل معرفی کنه برای افغانستان و میکانیزم حل بحران کنونی افغانستان را شناسنامه بده، این بسیار مهم است. و اگر احمد مسعود ظرفیت ها را در افغانستان نشانی کرده بودن، یعنی تنها مقاومت نیست، مردم افغانستان در جلگه های گوناگون ظرفیت هایی را دارند که در تحت تهدید تروریسم در حال حاضر در معرض تلف شدن است و اوضاع افغانستان داره این مسئله را نشان میده. اگر احمد مسعود طرح حکومتی بی‌طرف و به حیث یک راه حل مطرح کنه، یا احمد مسعود پالیسی منطقوی یا اجماع سیاسی ملی منطقوی و بین‌المللی داده بتونه، یعنی این نگاه نشان میده، این افق نگاه نشان میده که سفر احمد مسعود از واجبات خواهد بود برای بیانیه دادن با همین محورها و معرفی یک چهره به اصطلاح طراح و پیافکننده به اصطلاح یک میکانیزم معقول خردپایه برای حل مشکلات افغانستان که حامیان زیادی. بسیار خوب، ما از توضیحات 2 دقیقه اخیر سخنان شما ایتو برداشت کردم که همه چیز در دست امریکاست. بعد از اینکه شکست در افغانستان پیش آمده و فرارم کردن، همه چیز با تروریسم تسلیم کردن، با تروریسم پیمان بستن، یعنی هنوزم امریکا به اصطلاح یک پوشش کامل پر صلاحیت و به اصطلاح در حد یک قادر متعال است. یعنی امریکا خب اگر یک کنفرانس برگزار میکنه، عملا میدان به نفع قدرت های یا ابر قدرت های آسیایی عملا رها کرده، باخته. او فقط میتونه که از حفظ بحران یک برای کاربرد سیاست داخلی خود برداشتایی داشته باشه و اصطلاح استفاده هایی بکنه. یعنی شما فکر میکنین که هنوز امریکا قادر است در افغانستان نظام تعیین بکنه یا نظام برهم بزنه؟ من کاملا به این باور دارم که بازی تا اینجاهاش هم خیلی با اراده انجام شده است و هیچ اشتباهی را امریکایی ها مرتکب نشدن، چون خطوطی هدف بایگی امریکایی ها در مسئله افغانستان انکشاف وضعیت استخباراتی است، نه رفاه و مثلا جامعه دموکراتیک و ارزش های یک مدنی ما معرفی میکنیم. بنابراین او در خط اهداف قشنگ پیش رفته است. دولت جمهوری جفا که من اصطلاحش دریغ نکردم، جمهوری جفا میگم، دولت جمهوری جفا را وقتی تشخیص دادن که موجودیتش به ملاحظه عضو جامعه جهانی بودن برای کشورهای دیگه ملاحظه پذیر است و معذور خواهد شد، باطلش کردن، رخصتش کردن تا در حقیقت یک جبهه غیر دولتی را نگه بدارن برای انکشاف اهداف. و این خیلی مهم است. اکنون اگر اون جلسه برگزار شود در امریکا که تحت اراده امریکاست و سعی میکنه افغانستان را از به اصطلاح نظارت روسیه و چین و هند و اینا دور کنه، اتفاقا جلسه را با واشنگتن میکشه. در اونجا 3 طیف جمع میشن: طالبان، اپوزیسیون سیاسی جبهه مقاومت و یک بخشی دیگه به عنوان روشن فکر جامعه مدنی و به اصطلاح تراز دهنده همین نشست. خب سازمان ملل هم نظریات خودش مطرح خواهد کرد از طریق حقوق بشر، از طریق به اصطلاح ناظران بین‌المللی و خیلی مسائل دیگر. اینجاست که در حقیقت تبارز یک وضعیت به نفع آمریکایی‌ها طالبان را طبیعتاً خم خواهد کرد. طالبان کوشش میکنن که از خودشان به مسابقه یک نیروی یک تلاش دارن برای امنیت زمینه را مساعد کنن، برای مشارکت مساعد کنن و با جان سختی. اما آمریکایی‌ها تا اکنون به طالبان اجازه ندادن که یک دولت فراگیر بپذیرن، یعنی نگذاشتن. اگر نه مرگشان که نیست، علاقه دارن که یک دولت را بسازن که در او خودشان نفس بکشن. جنگ کنونی یعنی بنبست سیاسی، یعنی بنبست سیاسی که اشاره میکنین که در نتیجه یک اداره فراگیر شکل نمیگیره، این برآیندی از اراده آمریکایی است.
مسلما که آمریکایی‌ها تلاش میکنن که پیشنهاد یک دولت موقته بدن، همون ترتیب که آقای خلیلزاد بارها از هنجره های متفاوت به اصطلاح فریاد میکنه که یک دولت موقت باید تشکیل شود. محورهای ترکیه، محورهایی که در داخل افغانستان پایداری نشان میدن، محورهای سیاسی دیگری که در اینجا و آنجا هستن، سعی میکنن که یعنی اینا و حکومت طالبان موقت روابط چی کنه؟ یعنی حکومت یک حکومت کامل متلاشی ساختن، این حکومت موقت قرار است چی بکنن؟ حکومت موقت پیشنهاد میکنن تا طالبا و تحت فشار و خواسته های بیشتر امریکا در منطقه عمل کنن، یعنی یک پلتفرم مطرح میکنن، زمان طولانی تر براش تعیین میکنن، 6 ماه مثلا، که بعد از 6 ماه ما باید دولت موقت در کجا بسازیم. در این 6 ماه این کشافات به سمت میبره که طالبا رو به وظایفشان به اصطلاح آشنا کنه. وظایفشان هموز که شما بارها گفتید، در رابطه با قرقیزستان و تاجیکستان، در رابطه با مسئله ازبکستان، در رابطه با افراطی‌گری ترویج در آسیای میانه، در رابطه با خراب کردن مناسبات هند و پاکستان، در رابطه با بحرانی کردن ترکستان چینی و در رابطه با مسئله پشتون و بلوچ در مرزهای ایران، سیستان و بعد خراسان و خیلی مسائل دیگه داره که این واقعا کانون بحران هاست اینجا. خب طالبان میگه که یعنی اگر در شما مجموع ما در قدم اول یک نتیجه را گرفته میتونیم که اینمی در یک پهلوی دیگر دادن مشروعیت ابتدایی به طالبان است، یعنی گرفتن مشروعیت به طالبان از همین جلسه شروع میشه. ما تصور میکنیم که چنین نیست، به خاطر از اینکه اینا به حیث پاره های از قدرت و ظرفیت ها در افغانستان دعوت میشن، نه به عنوان کلوب ساختار و نهاد. بنابراین طالبان هستند به عنوان امو امارت طالبان که در گذشته بود، یا امو به اصطلاح گروه طالبان. مقاومت یک گروهی است که خودش تعریف خود داره و تلاش های دیگری که به اصطلاح برخی از بازماندگان جمهوری جفا به اصطلاح هستند، اونا نیز در یک مؤلفه دیگه تعریف میشن. اینجا هیچ کس از آدرس یک اداره تلاشی برای به اصطلاح ابقا و تلاشی برای به رسمیت شناختن نداره. اصلا همین کنفرانس زمینه بر این نیست. تنها در پشت این کنفرانس نشست ها و مذاکرات در حاشیه وجود داره که طالبان تشویق میکنه که شما اگر یک سلسله تعهدات با آمریکا به توافق برسین، اطمینان بدین از شما حمایت بیشتری صورت میگیره و ما در ظرف 3 ماه دیگه شما را زمینه ای را به رسمیت شناختنتون فراهم خواهیم کرد. ولی در عین حال نیروهای دیگری را نیز به همین پیمان اطمینان میده که اونا به جلگه های دیگری مراجعه نکنند. در حقیقت کنفرانس واشنگتن بازدارندگی داره از جذب نیروها در داخل افغانستان به محور سیاست روسیه های و مخالف. چین. بله. خب پس اینجا یک چیز است که اگر قرار باشد اون محور شورای مقاومت انقره را به رهبری استاد سیاف و مارشال دوستم اونجا اگر حضور داشته باشند در کنفرانس امریکا و از این طرف احمد مسعود باشد و نمایندگانی از طایف جوامع شیعه اونجا حضور داشته باشند و این طرف طالبان، یعنی چی میشه؟ اینا همون چیزی میشه که در زیر سقف هتل شرایتون دوحه اتفاق میافتاد. یعنی شما فکر میکنید چیز بیشتر اتفاق میافتاد؟ مثلا من جناب محمود، مشکل اینجاست که تمام تلاش بر سر این است که برای تشیع یک سلسله به اصطلاح دلمشغولی ها خلق میکنن تا ایران را بازی کنن از این حنجره و از این زمینه، که سیاست های کنونی آمریکا در برابر ایران در وضعیت بد چالشی است و این تنها فرصتی است که ایران از طریق تشیع افغانستان یک این به اصطلاح دگمه سبز خواهد زد برای ایران، که ایران از تعاملی کلانی که اکنون با روسیه داره به یک نحوی در حداقل بر سر دوراهگی تصمیم عدم تصمیم قرار بگیره. تمام تلاش های واشنگتن یک سیاست به اصطلاح فنی و مهارتی است برای ای که تبعات این نشست و سیاست های کلان به اصطلاح موجش برسانه و در اونا تأثیر گذار باشه. بنابراین برای تشیع برخورد خواهد کرد. برای شورای عالی مقاومت نیز خواهد گفت که شما که شریکان ما بودین، شما متحدان ما بودین و اکنون هم سیاست ما در حمایت از شماست. اما
بر اساس یک سلسله پیشفرض‌های دیگر. این پیشفرض‌ها این است که اینا باید از یک دولت معقد دفاع کنند با رهبریت یک کسی مثلا سمبولیک مانند خلیلزاد مانند اینا. احتمال زیاد هم داره که حتی اینا قدر داغ شوند که خلیلزاد پیشنهاد کنند و یا شاید کسی دیگری مثل سید طیب جواد یا از این چهره ها و یا شاید هم مثلا مثل احمد شاه یک کسی دیگر پیش بکشن بگه یک آدم غیر سیاسی و یک آدم غیر وابسته به منطقه را ما میخواهیم در رأس دولت بیاد، طالبا شهرهای مهم تخلیه کنن، ما نیز مداخله نمیکنیم، سازمان ملل همکاری بکنه، ما این دولت معقد اول قانون گذاری کنیم بعد نهاد سازی کنیم و بعد اینها در واقع یک کرزای ثانی میسازن. طبیعتا تکرار عمودستان ماجراست و از اینجاست که از اینجا است که ما حل واقعی مسئله را به او نسبتی که در باور ایجاد یک جبهه و بعد آمدن به طرف یک دولت فراگیر میبینیم یک چیزی بسیار زیاد سختی است، یک چیزی دست نیافتنیه به نظر میرسه. اما تلاش مردم افغانستانی است که از این نفس داغی به اصطلاح شونیزم و خشونت و قبیله‌گرایی و دینخویی و مذهبگرایی و این بیماره‌های متفاوت مردم در امان بمانند. اصل بس همین از در سطح داخلی. اما پیامد و به اصطلاح دستاورد و دستآمد این نشست در اونجا که یک هفته دوام خواهد کرد و در این بحث‌ها یک هفته برای هر کسی فرصت میدن و بحث‌ها را میدن تا بیشتر ظرفیت‌ها را به گوش دنیا برسانند و آمریکایی‌ها در این مدت با افراد در حاشیه به اصطلاح تفاهم خودشان حاصل میکنن و افراد محوری را به هم خواهند دوخت. بسیار خوب. احمد مسعود و رهبری شورای مقامات انقره اینا با رفتن به اونجا چی چیزی رو با دست میارن جزی که یک کمک کرده باشن به مشروعیت طالبان؟ این از نظر شما چی رو با دست میارن؟ این صافانی هم حرفی دقیقی است. پیشتر عرض کرده بودیم که ما شانس و فرصت در کنارش مثلا چالش و زیان هم مطرح کردیم که اگر اینا بروند و نتوانند سیاست خوب عمل کنند در جنبه زیان و یا در پایه خرجینی زیان مایه خواهند گذاشت. اونجاست که در حقیقت باز نادیمی بر رفتن، باز مورد نکوهش و احساس سرزنشی بقیه و در عین حال دلسردی های بیشتری خواهند شد. اما تا هنوز به نظر نمیرسه که یک به اصطلاح پلتفرمی قشنگ، یک مانیفست یا یک منشوری سزاوار ترتیب کرده باشند که هم برای دنیا جلوه هایی داشته باشه و هم برای خودشان قناعت بخش باشه. چنین چیزی رو مهیا نکرد. مثلا یک مسوده، یک طرز عمل یا به حساب ترازنامه به جای قانون، یک منشور حل اختلافات افغانستان، یک سازنامه و ساختارنامه، یک نهاد معقد که در 3-4 سال شکل بگیره و با این ترتیبات باشه که همه را در جای خودشان به حساب جا با جا بکنه. یک چنین چیزی را یا من خبر ندارم یا هنوز نشده، در واقع نساختن. بنابراین زیان این بحثی است که اگر آقای مسعود و شورای عالی مقاومت و یا محورهای دموکراتیک و روشنگر در نشست آمریکا یا به دلایل خاصی آمریکا یا به دلایل غفلت خودشان یا محاسبات ناروا و نادرستی که خودشان مطرح میکنن نروند شرکت نکنن، این نیز چند تا تبعات سخت داره که من خدمتتون میگم. اگر اینا نرن غایب باشن، خب بدیهی است که اولین باخت از غیابتشان شروع میشه و بعد اینا نیروی مطرح در مسائل جاری افغانستان نیستن و بعد از تلاششان اگر 300 هم 100 هم ارتقا پیدا بکنه مطمئن نظر کسی نخواهد بود، چون از چشم سیاست اصلی بیرون افتاده. یعنی از چشم سیاست یک جناح جنگ افغانستان که غرب است، نه از شرق. مسلمان. اما اینا میتونن شرکت کنن ولی با حفظ توازن سیاست ها که به نفع به اصطلاح سیاست های بازی منطقه هم هست. یعنی اینا میتونن از منافع منطقه در به اصطلاح ژئوپلیتیک منطقه تعریف بدن که ما ناچاریم که کشورهای مهم در منطقه را لحاظ بکنیم، اما ترتیبی که تا اینجا آمدیم که شما را لحاظ کنیم. بنابراین اینجاست که یک صلابت و قدرت و یک پختگی در سیاست برایشان مطرح خواهد شد و اگر نروند بدون نقشه راه، اگر برون و نقشه راه نداشته باشند، برون و تصمیم مشترک نداشته باشند، توافق مشترک مطرح نکنند، اینا در واقع برای رفتن در اونجا یک پکیج حل مشکلات افغانستان را با خودشان نداشته باشند، اگر
پیام به جهان اسلام و کنفرانس اسلامی ندن، یعنی در حقیقت یک نوع قرائت اعتدال دینی را تعریف کرده نتونن، یک اجتهاد صورت نگیره. اگر اینا برنامه صلح عنوان کرده نتونن و اگر بروند به سازمان ملل و طرح سازمان ملل بازخوانی نکنند، اگر اونجا برن و ادبیات بشری رو پاسداری نکنند، یعنی از به اصطلاح سازمان ها و نهادهای حقوق بشری و در حقیقت همه امنیستی و غیره اینا دفاع نکنند، در حقیقت هیچی به هیچی. اگر اینا بروند و ظرفیت های داخلی افغانستان رو تعریف نکنند، اینجاست که متاسفانه اینا رفتن نرفتنشان چیزی میشه که همیشه به حیث یکی از مثل انگیزه های نکوهش خودشان خواهد شد. خب اگر بروان فایدهش چی هست؟ همین تو بساط به زبان ساده ما میگیم شورای انقره و جبهه مقاومت، اولا هیچ ضمانت وجود نداره که بین از اینا یک اتحاد نظر یا به اصطلاح تعریفی از موضع مشترک باشه، تا همیل امید دو محور با هم متحد نیست. اونجا هم که میرن مثلا در کنفرانس امریکا ممکن است سازش‌های جانبی صورت بگیره که شورای انقره بیشتر خود نزدیکتر به آمریکایانشان میده و این طرف بیشتر به روس‌ها نزدیک است. این تو زیاد همین تو این چیزا را ما باید مشخص بر مردم خود بگوییم. اینجا کدام جناح میوازه؟ واقعا یک کنفرانس است، کدام چیز تعیین کننده هم نیست، فقط یک شو است، یک نمایش است. یعنی در این نمایش خوب بازی کردن خب در بهترین حالت هم ایست که ظاهراً شرکت میکنی و یک چیزای هم گفتارای هم صورت میگیره دوباره بر میگردن. این واقعیت افغانستان تغییر نمیده مسلماً، اما بی اثری به وضعیت هم نیست. اول به نظر من شما کاملا دقیق گفتین، واقع بینانه گفتین که خب حب و بغض موجود و اختلافات و اون سیری به اصطلاح نزولی اتحاد و انسجام سیاسی خودش نشان میده بین شورای مقاومت و جبهه مقاومت. جبهه مقاومت این مربوط به ابتکارش است، مربوط به سطح خیرت پایگی اقدامات است. در این رویداد این استعداد ظرفیت اگر نشان بده که هم حل اختلاف بکنه با شورای عالی مقاومت که طبیعتاً شانس دارن که حل اختلاف صورت بگیره، هم مذاکره کننده کسانی را تعیین بکنن یا صحبت کننده و طراح کسانی را در نظر بگیرن که به وعده های به اصطلاح یا مشوق های منفعتی مصلحتشان عوض نشه و در آمریکا یک بازی پنهان دیگری که یک دهه دیگه برای افشای او انرژی به خرج بدیم صورت نگیره. به او صورت طبیعتاً طالبان نزول خواهند کرد، دچار مخمصه میشن، چون جامعه مدنی نقد داره، جامعه ملل نقد داره، اتحادیه اروپا نقد داره، آمریکا نیز سیاست های خودش بر مبنای دو همه تعریف میکنه، میگه شما نقض کردین. اونجا تنها شانس با جبهه مقاومت خواهد بود، یعنی اگر پیشاپیش طرحش از زبان دیگران بیان کنند، یعنی اعتراضات جهانی را جمع کنند در یک پلتفرم مطرح کنند، اگر پیشنهادات مهم جهانی را جمع کنند در یک طرح مطرح کنند، اگر به اصطلاح دید و اعتراض واقع بینانه بر مربوط افغانستان را بیان کنند و اگر سطح خشونت و ذهنیت بشری به از نظر اخلاقی ببرند و یک تابلوی مهم در اون بالا ترسیم کنند، اینجاست که وضعیت به نفع اینا تمام بشه. و اگر مانند بون در حاشیه یک سلسله بازی های پنهان صورت بگیره و بعد به فرض ای که ما به جز پشتون ها برای سریر قدرت و برای سروری در مملکت کسی دیگری را نداریم و ای به اصطلاح به یک نحو تنزل نشان بدن، اونجاست که طبیعتا یکی پی دیگر دیوارهای مناعتشان شکسته خواهد شد و سرفگنده برمیگردن. بله. خواستم و مصاحبه اخیر احمد مسعود با بی بی سی نشان داد که هم چیزایی که شما اشاره میکنین او تنزل نمیکنه، با واقعیتای جدی و کلیدی دست یافته است و حرفای زد محکم و کار تمام بود. اگر قرار باشه این حرفا را در امریکا بزنه و تکراری باشه از گپای هوشدارای مسعود اول، یعنی از نظر شما چی اتفاق خواهد افتاد؟
عرض کنم که بله، اگر با یک انسجام سیاسی و با یک پختگی در یک نامه 5-6 ماده‌ای موازی خیلی اجماعی و محل تمکین برای جهان و افغانستان را مطرح کرده بتانند، بدیهی است که سطح برندگی و برگ برندگی به دستشان خواهد بود. و بر مبنای همین که واقع بینانه در رابطه با مسئله آمریکا برخورد کند، نه اعتراضات و انتقاداتی که خشونت درونی را چارج کند و بعد به دفاع از منافع روسیه و چین توجیه شود، یعنی در حقیقت اینا را فرستاده در اونجا ببینند. مشکل کارم همینجاست. اگر احمد از تریبیونی به اصطلاح استقلال برای بلند کردن دستش برای دوستی با جهان و با روسیه و چین و آمریکا برای حل بحران کلان منطقوی یک ظرفیت تعریف بکنه، خب طبیعی است که آمریکایی‌ها نیز با یک نگاه دیگری به مسئله برخورد خواهند کرد. و اگر برای به اصطلاح برد احمد مسعود تلاش نکنند، برای باختش هم تلاش نمی‌کنند، یعنی ظرفیتش نگاه می‌کنند. ولی اگر ناشیانه خدای ناخواسته سخن گفته شود و در سطح تنزل گپ بزنه، عصبی شود و به اصطلاح جملاتی برافروخته کننده و به اصطلاح آزاردهنده بزنه و از خشونت اندیشه برخورد کنه، اونجاست که شکست و ریخت در جلسه آغاز خواهد شد، مزاحمت در جلسه به وجود خواهد آمد و هی هی هم همه بسیاری خواهند کرد تا طرف از نظم کاری بیرون شود، یعنی در حقیقت خلالش میکنه. از این نظر باید مصلحت خود را بکنن هم در سطح داخلی و هم در دیگران، و بعد برای اونجا محکم برای حل مشکل افغانستان از یک تعامل و تعادل سخن بگه. و این فرصتی است که تنها فرصتی است که احمدی مسعود داره برای جنگ هایی که در پنجشیر صورت میگیره. من همیشه خدمت شما و دیگه اعضا گفتیم که او تیم و هسته نظامی انصافا کارش خیلی عالی و در سطح ایدئال انجام میده، اما 5-6 دایره دیگه که در اطراف او عملیات نظامی باشه وجود نداره. بنابراین ما بهره برداری کردیم، ما واگویی را، ما پریشانگویی را و در حقیقت یک سلسله ناهنجارمندی را در تبلیغات میبینیم. جنگ همه بر ضد همه را میبینیم، براندازی خودی و به اصطلاح خودگرفتاری را میبینیم، اما برای بحث انسجام و برای بحث به اصطلاح به اتحاد رساندن و ایجاد یگانگر واقعی در بین خودمان هیچ علاجی نمیبینیم. این است که این پریشان رفتاری انصافا احمد هم تحت تاثیر خودش داره. احمد باید تمرین بکنه برای سیاستگری. او باید فراتر از خشونت ها و اندیشه ها خودش در حقیقت نماینده آمریکا و نماینده روسیه و چین تعریف کنه، یعنی در حقیقت از افغانستان نمایندگی اینا رو لحاظ کنه. این کشورها با منفعت خود زنده هستند، یعنی برای خودشان مبارزه میکنند. اگر 3 میلیارد مصرف میکنند، از تریلیون یا بیشتر و کمتر، منفعتشان مصلحتشان است. پس ما اگر وقت رو به روی منفعتشان سخن بگیم در حقیقت اخلال میکنن و در نظر نمیگیرن. ما من نمیدونم چقدر شانس داریم که احمد مسعود مشورت داده بشه در این رابطه و خودش ملتفتی به این مسائل خواهد بود. بله، احمد مسعود، من تا جایی که شخصم فکر میکنم در دشوارترین موقعیت قرار داره از نظر مناسبات داخلی و به اصطلاح تهدیدهای یا چالش هایی که وجود داره بسیار زیاد یادم معاصره کردم، و به مو خاطر از ما همیشه مشوره ما بوده که اول تصفیه حساب صورت بگیره تا زمانی که ستون پنجم در اطراف خود در هم نکوبد قاطعانه همراه با یک تیم جوان، این بحران حل شدنی نیست. البته یک چیز حاشیه‌ای است که خدمت شما در این رابطه ما مطرح کردم، اینان اونجا که قرار باشه که استاد سیاف هم اونجا بره از شورای انقره و اینا کسایی در اونجا یک اعلامیه، بدون شک یک اعلامیه صادر میشه و در اون گفته میشه که جوانب چطورکایی مثلا شامل در قضیه افغانستان مذاکرات خود در یک نقطه دیگه میتونن ادامه بدن و یک شکل خب بهره برداری خود امریکایی ها میکنه
به مردم امریکا میگه از به دموکرات که اینا ما هنوزم به اصطلاح اختیارات سرنوشت افغانستان در دست ماست، اینا ما که با طالبا پیمان بستیم خروج قوا انجام گرفت، اینا دوباره جناها را سر به هم آوردیم در واشنگتن. امریکایا مفاد خود میبرن. پس در بین طالب و بین جبهه مقاومت آیا یک فرصت یا پتانسیل برای یک مذاکره سیاسی وجود دارد، یا ای که همزمان با او وقتی که بر میگردن جبهه داغ شده میره؟ البته که بستگی به رویدادهایی داره که در نشست واشنگتن مطرح خواهد شد. قدم به قدم، نفس در نفس با او وضعیتی که در واشنگتن هست، این کشافات در افغانستان تبعاتش نشان خواهد داد. گفتیم که اگر اینجا برخورده ها از سطح قوام نظری و اندیشگی به نفع هر کسی باشد، سطح جبهه داخلی نیز به عموم قیاس انکشاف خواهد کرد. یعنی در حقیقت اگر احمد مسعود در جای مسعود فقید خودش به عنوان پهلوان نام‌آور کشف قاره مقاومت عنوان کرده بتونه با فرمولایز کردن مقاومت هم در افغانستان و هم در بحران‌های دیگه، اینجاست که حداقل یک شکوهی به اصطلاح اندیشگی خلق خواهد شد. بمانه که در بلانس قدرت چی پیش می آید او طبیعتاً برمیگرده. ولی یک چیزی دیگه هم هست جناب مأمون صاحب، که خب بخواهی نخواهین نحوه مدیریت طالبان و برخورد خشونتی ایشان در افغانستان تناظرپذیر است. یعنی در حقیقت تاجیکان نمیخواهند گذاشت که پشتونها با این روایت برخورد کنند در افغانستان. او بحث به اصطلاح پیامد سخت همین. حالا شما میبینیم که مقاومت وجود داره، مقاومت به اصطلاح توانی را داره که انکشاف کنه، مقاومت صلاحیتی را داره که از پایگاه بیشتر مردمی برخوردار شود و بعد این قدرت کاذب کنونی برگرده و بعد یک حالت به اصطلاح ستیز و فرار شکل خواهد گرفت، یعنی به اصطلاح تهاجم و گریز. اینجاست که خب افغانستان باز شکنندگی بیشتری خواهد یافت که آرزوی هیچ کسی نیست. بنابراین گفتیم برمیگرده، وضعیت بستگی داره به رویدادهای واشنگتن، بستگی داره به سطح قوام نظری شرکت کنندگان من جمله احمد مسعود و شورای عالی مقاومت، و اون طرف هم به اصطلاح به بازیگری در چنین بازی کلان برای ای که امریکایه ها را آدم به قناعت برسان. بسیار خوب. در اطراف احمد مسعود اکثرا کسایست که به قول استاد ربانی پیدا کردن گرفتن یک جیب خرچی را نسبت به ایجاد یک قدرت و اقتدار ترجیح میتن. این یک عادت است، عادت خبیثه است. و خب به هر حال این یک موضوع است که زیادتر به این موضوع نمیپیچیم. اگر قرار باشه تا زمان برگزاری جلسه یا کنفرانس واشنگتن در آسیای میانه یا در سرحدات اتفاقی بیفتد که بسیار محتمل هم است، شما فکر نمیکنین که به هدف برهم زدن کنفرانس واشنگتن اتفاقای بیفتد در منطقه؟ اینم دو تا مسئله داره جناب مأمون صاحب. فرض کنید که امریکایی‌ها زیرزمینی ای خواست مطرح کرده باشن که طالبان تا رفتنی به واشنگتن در حقیقت یک سرخ و سفیدی انجام بده. طالبا هم به خاطر ای که خب طبیعتاً قدرت نشان بدن که چون از موضع تاجیکستان علیه ما سازماندهی میشه و ما هم کسانی که از اون طرف میخواستن بیاین تعقیب کردیم و یک چیزی رو زهر چشم به اصطلاح نشان بدن که آمریکایی‌ها علاقه دارن به این مسئله، به نسبت ای که خب وقتی آسیای میانه رو با یک تشر زدن به اصطلاح متوجه نشست آمریکا میکنن، نشست واشنگتن، ای از نظر سیاسی خیلی بهرش بالاتر از این است که اینا با آرامش بروند اونجا برای یک نشست. در صورت آرامش دنیا میگه خب اینا توافق کردن، هر دوشان هم نیاز دارن یک دولت موقت بسازیم، روانشان کنیم، بعد ما هم حمایتشان کنیم از نظر اخلاقی و از نظر بشری و تمام.
در حالی که سیاست عملی هم گپی اولی شماست. اونا باید با یک به اصطلاح رنگ گردن نشان دادن و سرخ و سفید کردن با اونجا برون، دستاورد برای آمریکا عموست. برای خود طالبان ممکن است کاهش و باخت باشد، اما برای آمریکایی ها سطح تشنج بالا نشان دادن در منطقه، التیماتوم بالا نشان دادن و مفهومی ای است که روسیه رو بیشتر نگران کنه و چین بیشتر داغ کنه. افزونی بر تایوان و اینا، مرز چین هم هست. بحران افغانستان یکی از چالش هایی است که برای چین مطرح است. بله، بسیار تشکر جناب بیژنپور صاحب از صحبت هایتون و از زاویه هایی که به موضوع وارد شدین برای فهم مطلب برای بیننده های گرامی ما، خصوصا نسل جوانتر، بسیار کارآمد خواهد بود. تا برنامه بعدی ما شما را به خداوند می‌سپارم و این پنجره صحبت بیشتر از این طولانی نمی‌سازم. قربان سلامت.